دوستان عزیزم سلام، من مرمر هستم. از اینکه با یه ویدئوی دیگه در خدمت شما خوشحالم. ممنون از اینکه کانال یوتیوب من رو برای آموزش انتخاب کردی. امروز میخوام به شما یاد بدم چطور یک ظرف شیشه‌ای رو به کمک پاستل اجرا بکنی. اول از همه میریم سراغ طراحی اون. برای طراحی کار من از پاستل مدادی سفید استفاده کردم. برای شروع طراحی یک جام رو در نظر گرفتم و میام به کمک یک خطکش خط قرینه ای رو وسط اون قرار میدم و بعد به کمک علامت گذاری و اندازه گذاری فضایی که نیاز دارم رو معین میکنم و به کمک مداد اون فضاها رو به هم متصل میکنم تا طراحی من کامل بشه. برای رنگ گذاری و نشون دادن حجم شیشه از زمینه شروع می کنیم. رنگ های تیره رو در نظر گرفتم تا شما عزیزان بهتر بتونید حجم رو ببینید. از رنگ های توسی، نوک مدادی، مشکی، بنفش و قهوه‌ای و کمی آبی استفاده می کنم و شروع می کنم به کمک پاستل های تکیه‌ای تاج های رنگ رو در جاهایی که مد نظرم هست قرار دادن. بعد از اینکه رنگ گذاری تکمیل شد به کمک انگشت اونها رو محو میکنم تا رنگ ها توی همدیگه ترکیب بشن. برای زمینه کار رنگ متفاوت تری رو در نظر گرفتم. کمی از رنگ قهوه‌ای کمک میگیرم تا یک کمی تفاوت رنگ با زمینه داشته باشه. خب برای اینکه بتونیم شفافیت این حجم رو نشون بدیم از رنگ‌هایی که توی زمینه استفاده کردیم داخل خود شیشه هم به کار میبریم. من یک مقداری مایع درون این جام در نظر میگیرم تا بتونید بهتر حجم رو درک کنید. توی این مرحله برای نشون دادن جنسیت شیشه از رنگ‌های توسی روشن هم استفاده می‌کنم. طبق روال بعد از رنگ‌گذاری شروع می‌کنم به محو کردن و همچنان حواسم به طراحی اولیه هست. و در ادامه به کمک پاستل های مدادی جزئیات کار رو برای شما اجرا خواهم کرد.
اول به کمک پاستل‌های مدادی حجم رو از زمینه تفکیک کنید تا بتونید اون رو بهتر نشون بدید. حالا به مرحله مهمی میرسیم، مرحله‌ای که تو اون حجم کلی کار مشخص میشه. به کمک پاستل‌های مدادی میام جزئیات داخل شیشه رو مرحله به مرحله اجرا میکنم. از پاستل‌های روشن هم حتما باید استفاده کنید تا بتونید حجم رو بهتر نشون بدید. استفاده از رنگ‌های سفید، کرم و پاستل‌هایی که رنگ‌های روشن دارن به شما کمک می‌کنه که بتونی یک مرحله حجم رو بهتر نشون بدید. کنار هم قرار گرفتن رنگ‌های تیره و روشن نکته‌ایه که توی اجرای شیشه ها باید در نظر داشته باشید. رنگ‌هایی مثل مشکی و قهوه‌ای در کنار رنگ‌هایی مثل سفید و کرم. در آخرین مرحله به کمک پاستل‌های تکه‌ای روشن، رنگ‌هایی که توی کارم استفاده کردم، میام تاچ رنگ‌هایی رو می‌ذارم تا حجم شیشه به زیبایی خودش رو نشون بده. اصولاً این تاچ رنگ‌ها به صورت پرتابی اجرا میشن و میتونید با توجه به انعکاسی که در محیط اطراف هست، اونا رو اجرا کنید.
من کمی از تاچ رنگ ها رو توی زمینه کارم استفاده کردم. و اما این هم از نتیجه کار. امیدوارم نمونه های مشابه رو تمرین کنید و بتونید حجم های شیشه‌ای بسیار زیبایی رو اجرا کنید. ممنون از اینکه با من همراه بودید.